درود بر شما بینندگان خوب و گرامی تلویزیون اندیشه. خسرو فقرور هستم و خوشحالم که در این دوم فوریه سال 2017 مطابق با 14 بهمن سال 2575 ایرانی در برنامه خودم گزارشی گمانشکن میتونم مهمان خانه شما گرامیان باشم. البته ایرانمون دیگه الان نصف شب گذشته و روز جدیدی آغاز شده. دوستان عزیز، من یک شنبه برنامه نداشتم ولی پنج شنبه گذشته درباره آقای ترامپ و دستوراتی که داده بود برنامه رو چک کردم که در یوتیوب هم نزدیک 50,000 تا کلیک خورد و تو سایت آرشیو تلویزیون اندیشم مورد استقبال زیادی قرار گرفت. همچنین در سایت تلگرام بسیار بسیار اونجا که دیگه اصلا خیلی عالی بود و از همه بیشتر اونجا بین دوستان پخش شد. من امروز صحبتهایی که برای شما عزیزان انجام میدم در راستای آقای ترامپ و دروغهایی که در این دو هفته گذشته حدوداً پس از سوگند خوردن ایشون بین ایرانیان رواج پیدا کرده نگاهی خواهیم کرد. به اژدهایی باید بگیم به نام مارپیچ و سکوت و رسانه هایی که در این راستا دارن دروغ پردازی میکنن، نگاهی میکنیم به این دروغ ها و امیدوارم برنامه من مورد توجهتون قرار بگیره و اسناد مختلفی که در این برنامه به شما نشون میدم امیدوارم که باعث بشه که شما عزیزان دید دیگری نسبت به جریانات مختلف جهان و ایران داشته باشید. من فکر میکنم که اتفاقات امروز رو ما باید با نگاهی که به گذشته تلخ خودمون داریم ارزیابی کنیم، گذشته ای که 22 بهمن 57 یادآور اشتباهات ماست و در این زمینه هم با شما صحبت خواهم کرد، چون می‌خواستم یه برنامه انجام دادم مدتی پیش در راستای سقوط 57 و چون در ماه بهمن هستیم این سقوط 57 رو هم امروز در قسمتی از برنامه بهش اشاره میکنم. برای کارگردان عزیزمون اگه گوش میکنن، من یه ایمیل دیگه هم فرستادم و در اون ایمیل تصویر 11 رو قرار دادم. این کارگردان عزیز لطفا یه نگاهی بکن، من یه ایمیلی هم الان با تصویر براتون فرستادم. من در واقع برنامه توضیح بدم، چون دیدم یک سری افراد در یوتیوب دارن به من فحاشی میکنن، میگن کارگردانی نیست و از این مسائل. خیلی کوتاه توضیح بدم، من برنامه رو الان دارم زنده در تلویزیون اندیشه که با ماهواره به سوی ایران میره انجام میدم. خودم در اروپا هستم، استودیو در آمریکاست و ارتباط من از طریق اسکایپ و تمام ویدیوها و عکسایی که نشون داده میشه رو قبلا لینکش رو یا خود عکس رو با ایمیل برای کارگردان فرستادم و هر وقت در حالی که برنامه رو زنده انجام میدم با گفتن شماره عکس و ویدیوها کارگردانم این رو برای من میذاره. این رو برای کسایی میگم که صحبت های خیلی عجیب غریبی کرده بودم و بدونید چقدر کارگردان اونم زحمت میکشه در اجرای این برنامه که ازشون واقعا سپاسگزارم. دوستان عزیز، در آغاز خواهش میکنم از کارگردانمون تصاویر شماره 1 رو به من نشون بدن و داستان سخن رو آغاز کنیم و با همدیگه نگاهی میکنیم به تصاویر دلخراشی که در چند روز گذشته دل هر ایرانی رو به درد آورد. به اصطلاح کولبرها یا همیانانمون در مرزهای غربی در کوهستانهای کردستان و مناطق غربی ایران که برای امرار معاشش، برای اینکه خانواده رو روزی خانوادهشون رو به دست بیارن میان و به اصطلاح کولبری میکنن. تصویر یک قبلی هم نشون بدید یه بار دیگه و متاسفانه خبر مرگ و درگذشت بسیار بسیار غم انگیز اونها در اخبار بود. سپاس از کارگردانمون. هفته پیشم که درباره ترامپ صحبت میکردم یادی کردم از سیلی که در سیستان و بلوچستان و مسائلی از این قبیل، در هنگامی که جمهوری اسلامی چه در مرز شرقی ایران چه در مرز غربی ایران مردم رو به بدبختی کشونده، نه به سیستان و بلوچستان میرسه نه به مردم کردستان که مجبور نباشن تو این سرما کولبری کنن تا نون برای خانوادهشون بتونن سر میز برای خانوادهشون نونی بذارن و این فاجعه تا به امروز ادامه داره. در این راستا من امروز صحبت خواهم کرد درباره دروغ‌هایی که یک عده که از دید من حامیان آگاهانه، بعضی هم از ناآگاهی ناآگاهانه حامیان جمهوری اسلامی شدن. سخنانی برای شما عزیزان دارم که فکر میکنم باید دربارش فکر کنیم. در چنین زمانی است که اگه امکان داره تصویر شماره 2 رو با هم ببینیم. تصویر شماره 2 خبری است که به دروغ کارگردان اینو تصویر رو الان یه جوری بسازه که همش دیده بشه، چون تصویر منو بردم فکر کنم الان بهتره همه رو ببینن بینندگان. دیدیم در خبرها
آمده بود که نه اون یکی تصویره، یه تصویر دیگه افشا فکر کنم اگه اشتباهی نبوده باشه، چون یه بله این دوستان اگه نگاه کنن یک عده افرادی که من در برنامه هفته پیش اشاره کردم به نیویورک، سازمان تریتا پارسی و رضا مرعشی و ایادی لس آنجلسی، اونها در برنامه‌هاشون در بی بی سی و صدای آمریکا و همچین افرادی اومدن یه خبرها یا تو فیسبوک، یه لحظه زیرنویس منو بردار کارگردان، یه لحظه که اون عکس کامل دیده بشه، ببینه عکس اینه، این کودک است با دست بند سپاس، و ما اینجا میبینیم که همچین عکسی رو پخش کردن. سپاس از خانم سگل آقایون که این رو برای من فرستادن و زحماتی که ایشون با بعضی دوستان کشیدن که از اون زحمات امروز من در برنامه استفاده میکنم، دوستانی که برای من خبرها رو فرستادن. ما مشاهده میکنیم که در اینجا تصویری رو در حمله به دونالد ترامپ فرستادن، یک سری خبرهای دروغ که بله ببینید دونالد ترامپ آمده است در این تصویر، خوب مشاهده میکنید و منم دورش رو قرمز خط کشیدم که قشنگ دیده بشه، بازداشت کودک 5 ساله ایرانی در فرودگاه دالاس آمریکا به بهانه خطر امنیتی و حمله شد اونجا، نشان دیسکریس تو ترامپ، بی آبروی ترامپ و دولتش. ولی کارگردان مرا لطف کنن اون یکی اکثر نشون بدن، حالا یه ذره هم زیر نویستم و بردار کنم ببینن همون پسر است با همون آستین قرمز، همون دستبند. دوستان میبینید تصویر اصلی اینه و اگه خوب به تصویر نگاه کنید این مال سال 2015 است، در آمریکا اتفاق افتاده و یه سری از والدین آمریکایی اومدن یه افسر امنیتی فرودگاه یا در آمریکا ازش شکایت کردن تو دادگاه که اومدی یه بچه ما دستبند زدی. یه بار دیگه هم زیر نویس رو بردار کنم این همون پسر است. میشون یکی اکثر هم زود نشون بدی که ببینه نمون عکسه. ببینید این داستان طولانی، از این پسره با همین لباس چند تا عکس موجوده، من دوتاشو به شما نشون، این همون داستانه، فقط اومدن این اکثر گرفتن روش دستکاری کردن، عکسی که مال 2015 بوده گفتن این مال 2017 است و این سپاس از این تصاری. این داستان چیه؟ چه جریانی اتفاق افتاده برای ما؟ در این راستا من از کارگردانمون خواهش میکنم من یه کلیپی برای لینک کلیپی از درباره آقای جورج سوروس برای شما فرستادم، چون من درباره مارپیچ سکوت و اینا خیلی صحبت کردم، بغل من یه کلیپی از آقای جورج سوروس هست، اگه سب کنی شمارش رو هم بهتون بگم چیاتون باشه. من گفتم با استفاده از رسانه ها میشه یک دروغهایی رو به گونه‌ای پخش کرد که افراد جرأت نکند. کلیپ شماره 5 آقای کارگردان و اگه الان شروع کنید نشون بدید. و Soros, he has ties to over 30 major news organizations and donates large amounts. این ویدیو و من درباره جورج سوروس بارها صحبت کردم. جورج سوروس کسیه که برای کمپین هیلاری کلینتون میلیون ها دلار کمک مالی کرد. گروه movon.org، سایت خبری movon.org و گروهی که به اون وابستن Black Lives Matter که از طرفداران کلینتون اومده بودن میلیون ها دلار به گفته بعضی اخبار حمایت شدن از آقای جورج سوروس. من درباره جورج سوروس چند تا برنامه در همین تلویزیون به خصوص در ماه نوامبر و اکتبر 2016 داشتم. ثروتمندی که پولش رو با دلالی ببخشید باش قمارهای بورسی در رابطه با ارز انجام میده، کارش تخریب اقتصاد کشورها و شرط بندی روی سقوط ارز اونهاست. زمانی که تلاش کرده بود واحد پول روسیه رو سقوط بده به واسه بدبختی و گشنگی بسیاری افراد شد. تصویر یه ذره دوباره بزرگتر کنار من بذارید. اینجا صحبت از حمایت‌های مالی جورج سوروس از شبکه‌های معروفی که لیستش رو اینجا می‌بینید، شبکه‌ای مثل NBC, CBS, ABC, BBC و این گونه مسائل. اگه میشه یه ذره دیگه ادامه بدیم با هم دیگه Just so you can see for yourself what kind of man he is, here are some of his quotes. It is sort of a disease when you consider yourself some kind of God, the creator of everything, but I feel comfortable about it now since I began to live it out. I admit that I have always harbored an exaggerated view of my self-importance. To put it bluntly, I fancied myself as some kind of god or an economic reformer like Keynes. سپاس از کارگردانمون، همینجا بس فکر کنم کافی بود چون وقت برنامه روز کمه. جورج سوروس کسی که در سن 14 سالگی با اینکه خودش از یه خانواده یهودی بود در مجارستان، هنگامی که هیتلر یهودیان مجارستان، تمکاران هیتلر در مجارستان یهودی‌ها رو قتل عام می‌کردن،
او و پدرخواندهش، گادفادرش به اصطلاح تعمیدیش، میرفتند و خودش رو در پدرش یه وکیل بود در مجارستان، پول داده بود برای اینا چیزهای تقلبی درست کرده بودن. جورج سوروس 14 ساله پلوی یک پدر تعمیدی به اصطلاح اونجا اینا میرفتن و اموال یهودیایی که طرفداران هیتلر قتل عامشون میکردن اموال اونا رو بالا میکشیدن و ثروتمند میشدن. این آقای جورج سوروسه. جورج سوروس از حامیان مالی بیل کلینتون و من دربارش بارها صحبت کردم و اینجا یه سوال پیش میاد که در رابطه با اینکه من ده هفته قبل با شما صحبت کردم در قسمت دوم برنامه، در قسمت پایانی برنامه‌ام که گفتم این سوال رو مطرح کردم که اگر ترامپ و روسیه به هم نزدیک بشن و آقای دونالد ترامپ به روسیه قول بده که در رابطه با شبه جزیره کریم و اشغال نظامی اون توسط روسیه سکوت بکنه و همچنین تحریم‌های اقتصادی رو در رابطه با روسیه کمی به اصطلاح شل بکنه، آیا شما موقع فکر می‌کنید و در زمینه اقتصادی با روسیه همکاری کنه در برابر چه کشوری؟ در برابر کشور چین. یادتون هست من خیلی درباره اون کلیپی رو به شما نشون دادم درباره تضادهای نظامی اقتصادی و سیاسی که با چین در دریای چین جنوبی و چین ساد چاینیسی و ایست چاینیسی وجود داره، بین تایوان، نمیدونم ژاپن، بین روسیه، بین خیلی از کشورهای اون منطقه که بسیارشون هم متحدان آمریکا و یا در مرز روسیه قرار دارن و همچنین در رابطه با تنش‌های مرزی بین روسیه و چین و همچنین پاکستان و هند برای شما ویدیوی هم نشون دادم. بعد این سوال مطرح کردم که با شناختی که از تضادهای اقتصادی، سیاسی و نظامی بین روسیه و چین و همچنین بین آمریکا و چین وجود داره، اگر دونالد ترامپ پوتین در رابطه با چین دست دوستی دراز بکنه، آیا، من سوال خیلی ساده است، آیا اون موقع آقای پوتین به خاطر چشم و ابروی سید علی گدا خامنه ای به دونالد ترامپ نخواهد گفت؟ به عقل چه کسی اینجور در میاد؟ روسیه چه در دوران تزاری، چه در دوران شوروی، چه در امروزش هیچ وقت متحد قابل اطمینانی نبوده و هر کسی منفعت بیشتری به او هدیه اهدا کرده روسیه حاضر بوده که متحد قبلیش رو ول بکنه. و برای همینه که در برنامه قبلی در این باره صحبت کردم، وقتی ما میریم میخونیم جورج سوروس در حمله به اقتصاد روسیه چقدر فعال بوده، در حمله ای که چند سال پیش به واحد پولی روسیه کرده بود و همچنین در ایجاد انقلاب در اوکراین، اتفاقاتی که امروز در اوکراین میبینیم تا حدی ناشی از جورج سوروس و نفوذیه که در اوکراین به دست آورده بود و همچنین در رابطه با حمایت‌ها و صحبت‌هایی که جورج سوروس از چین کرده. اینو خیلی نمی‌دونم، جورج سوروس و حمایت‌هایی که از چین کرده. حالا این بحثو باز می‌ذارم چون امروز وقت اصلی برنامه ما درباره ترامپ و دروغ‌هایی که درباره‌شون گفته میشه. این سوال برای من پیش میاد که وقتی که سی ان ان رو دیگه بسیاری کلینتون نیوز نتورک خطاب می‌کنن، وقتی که ما می‌بینیم بی بی سی چگونه داره، چه فارسی چه انگلیسی داره، چگونه وضعیت ترامپ عمل می‌کنه، این سوال برای ما پیش میاد، آیا باز هم ایرانیان، ما ایرانیان داریم بازیچه دست قدرت‌های میشیم که در سال 57 در رابطه با کنسورسیوم‌های نفتی اون بلا رو سر ایران آوردن؟ آیا تاریخ داره تکرار میشه و ما کی می‌خوایم از تاریخ درس یاد بگیریم؟ در رابطه با دروغ‌ها، برای اینکه صحبت ها مستند باشه، برای شما عزیزان چند نکته رو آماده کردم در رابطه با مسائلی که بین شما پخش شده، دروغ‌هایی که به شما گفته شده. یکی از اون دروغ‌ها درباره ویزا بود و مسئله ویزا و اینکه اومدن به شما گفتن که بله آقای ترامپ قوانینی رو آورده و ایرانی‌ها نمیدونم کسایی که گرین کارت هم دارن در آمریکا حق ورود ندارن و این گونه مسائلی که دیدیم دروغ بود. صاحبان گرین کارت اصلا این مسئله باشون نیست و حتی سخنگوی دولت آمریکا هم به این مسئله اشاره کرد. ولی اگه اجازه بدید کارگردانمون تصویر شماره 4 رو تصویر شماره 4 اول کنار من بذارید. خواهش میکنم ببینیم تا چه حد اینها واقعیت داره و تا چه حد آقای ترامپ آمده و صحبتایی کرد. چون من برنامه پیشین این دروغ‌ها رو با نشان دادن پرزیدیال اوردر ترامپ در برنامه قبلی ثابت کردم که حرفایی که نیویورک، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و بعضی از تلویزیون‌های لس‌آنجلسی و برنامه‌سازاشون زدن
مغایره با پرزیدیال اوردری که داد ترامپ امضا کرده بود. یادتون باشه در همین برنامه هفته پیش اومدم و اون قوانین رو به شما نشون دادم که اصلا اسم ایران توش نبود. جالب اینجاست که این قانون آمریکاست و این قانونی که شما میبینید در دوران آقای اوباما در آمریکا بوده. این رو آقای دونالد ترامپ اختراع نکرده. اصلا دونالد ترامپ در این مدتی که رئیس جمهور شده اصلا وقت این کار رو نداشته که قانونی رو ببره به کنگره آمریکا و قانون آمریکا رو عوض کنه. امکان پذیر نبوده. بنابراین باید قانونی در آمریکا میبوده که به استناد اون قانون آقای دونالد ترامپ میتونسته پرزیدیال اوردر بده. و این قانون قانونیه که شما الان مشاهده میکنید با شماره همه چیش اینجا هستش، در رابطه با کسانی که خارجی هستن اومدن آمریکا. این قانون زمان اوباما بوده. اگه میشه تصویر شماره 5 رو نشون بدیم. و جالب اینجاست که ادعی که در لس آنجلس صبح تا شب میومدن از کلینتون ها دفاع میکردن در سال 2016، تصویر شماره 5 کارگردان خواهش میکنم کنار بود، کسایی که میومدن صبح تا شب از کلینتون ها دفاع میکردند و به شما، نه تا همون تصویر قبلیه دوست عزیز، همین خواهش میکنم، من ازاره این تصویر همینطوری باقی بمونه من توضیح بدم. دوستان عزیز، 1995 مگه آقای بیل کلینتون که اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود، هنگامی که در پارلمان آمریکا در State of the Union به اصطلاح زمانی که رئیس جمهورها میان سخنرانی میکنن که قسمت‌هاش هم امروز در برنامه خواهید دید، آیا جز این نبود که دقیقاً همین حرفایی که امروز ترامپ میزنه اون موقع بیل کلینتون زده بود؟ سپاس از این تصویر کارگردان عزیزمون، و اگه امکان داره اون کلیپی که برای شما فرستاده بودم رو آماده کنید، کلیپ شماره 1 خواهش میکنم که صحبت کاملا مستند باشه. نکته که اینجا برای من عجیبه، شما در رابطه با پرزیدیال اوردری که دونالد ترامپ داده، در رابطه با خارجیایی که میخوان بیان آمریکا، اولا داستان رو توضیح بدم براتون تا کارگردانمون کلیپ رو دارن آماده میکنن، چند نکته بسیار ساده رو به شما توضیح بدم، چه شما موافق این جریان باشید چه مخالف اون جریان باشید. ولی بیانیه دونالد ترامپ درباره فرمان اخیر جزی نبوده که اشاره کرده که وی همان سیاست آقای اوباما در سال 2011 رو که ایشون اومد و یادتون باشه پناهجوهای عراقی و 6 ماه ورودشون رو به آمریکا ممنوع کرده بود، و جالبه در همان فرمان آقای اوباما اسم 7 کشور اومده بود که یکی از اونها هم اسمش ایران بود و اتفاقا اسم عربستان توی اون فرمان آقای اوباما هم نبود. بنابراین اینجا این سوال رو مطرح میکنیم، نایاک، بی بی سی فارسی و هوچیگرانی که میان احساسات ملیگرانی شما ایرانیان را ازش سوء استفاده میکنن باید پاسخ بدن. کی اومده به شما گفته که اولا مسلمانان حق ورود به آمریکا رو ندارن؟ بعد میان میگن دونالد ترامپ چرا جلوی عربستان سعودی رو نگرفته؟ اینجا سوال برای من پیش میاد. شما از یه طرف میگید دونالد ترامپ حق ورود مسلمان ها رو داره نمیده، که این دروغه، چون ما فکر کنم نزدیک 30-40 تا کشور مسلمان داریم، اکثریت مردمش مسلمانن. اینجا فقط 7 تا کشورن، 1 که بقیهشون بس آزاد میتونن بیان آمریکا، بنابراین این ممنوعیت ورود مسلمان نیست. این دروغ اولشون. دروغ دومشون، آقا این جریان خود اوباما انجام داده بود سال 2011، چرا اون موقع شکایت نکردید؟ سومین دروغشون، کلینتون هم این کاری کرده بود، اوباما، که براتون یه قسمتی از این ویدیو رو الان پخش خواهم کرد که ببینید حرفای من مستنده، که اینا همین آقایون لس آنجلسی نه به اوباما شکایت میکردن نه به کلینتون، حالا به دونالد ترامپ. ولی نکته جالب اینجاست که همینا میگن آقا چرا جلوی عربستان رو نگرفتن و اینا. خیلی ساده است، بذارید بسیار ساده براتون توضیح بدم. دو تا نکته است، خیلی ظریف این دو نکته. یکی این که درسته که در کشور عربستان سعودی، و ما میدونیم در 9/11 تبعه‌هایی از عربستان سعودی در این کثافتکاری 9/11 دست داشتن، ولی نکته اینجاست که دولت عربستان سعودی، من از این کشور متنفرم از دشمنیش با ایران، ولی باید واقعیت رو گفت، زمانی که رئیس جمهور ایران آقای رفسنجانی، زمانی که رئیس جمهور رفت و نماز جمعه گفت با موشک میخوایم اسرائیل رو از صفحه جغرافیای زمین پاک بکنیم،
زمانی که خامنه ای جلوش میان میگن مرگ بر آمریکا، زمانی که خاتمی و احمدی نژاد و رفسنجانی و موسوی و هر کی تو این نظام بوده این مزخرفات رو بیان کرده، شما هم بیاد یک جمله از اون شیخ دوست عربستان سعودی نشون بدید که اومده این حرفا رو زده. من با عربستان موافق نیستم بهتون بگم ها، ولی مسائل رو باید اینگونه دید. دوما فرض کنیم الان می اومد عربستان، به عقیده من بعد عربستانم تو این عقیده شخصی منو بخواید باید عربستانم تو این لیست بذارم، عقیده شخصیمه. ولی یه نکته هست، فردا اومدن عربستان تو بند گذاشتن، شما حاجیای لس آنجلسی که میاد زیارت عربستان سعودی باز نمیتونید برگردید به آمریکا. ولی نکته اصلی اینجاست که، و شاید این از همه مهمتر باشه برای من شخصا، راستشون رو بگم من برای عربستان سعودی اصلا ارزشی قائل نیستم. من اصلا دوست ندارم وقتی درباره ایران صحبت میشه کسی بیاد ایران من رو با عربستان مقایسه کنه. و این سوال برای من پیش میاد، حاجی بازاری های لس آنجلسی، سیاسیون 57، بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و دیگران چطور وقتی که صحبت از روانشاد محمد رضا شاه پهلوی آریامه میشه، ایران زمان شاه رو میان وقتی میخوان به شاه حمله کنن با سوئیس و آلمان و نمیدونم کانادا و آمریکا مقایسه میکنن، ولی وقتی نوبت جمهوری اسلامی و کسافتکاری های جمهوری اسلامی میشه ایران و عربستان و قطر و جیبوتی مقایسه میکنن؟ این یه سوال برای منه، امیدوارم تو برنامه‌هاشون بشینن و پاسخ بدن. چطور وقتی که میاد به شاه حمله میکنید میگید فلان نبود و فلان نبود، ایران زمان شاه رو برای اینکه به شاه حمله کنید با سوئیس و آلمان و کانادا و آمریکا هر جای دیگه مقایسه میکنید، ولی وقتی این موقع ها میشه مثلا میخواین به ترامپ حمله کنید و از جمهوری اسلامی زیرکی دفاع کنید، اون موقع مقایسه میشه با عربستان و قطر و جیبوتی و نمیدونم یه خراب شده دیگه. اینم یه سوالی برای من پیش اومده. کارگردان عزیز اون ویدیو رو آماده کردین الان کنار من بذارید با هم یه نگاهی بکنید. ویدیویی که الان دارید به شما پخش میکنیم قسمتی از صحبت‌های آقای کلینتون 1995، بعد صحبت‌های آقای اوباما رو با هم گوش میکنیم که دقیقاً همین صحبت‌ها رو درباره پناهندگان و این گونه مسائل که انجام دادن. و اینو که خوب گوش میکنید برای آقای اوباما چند تا نکته هم بهتون توضیح خواهم داد. بعد این سوال برای من پیش میاد، این آقایی که تو همین تلویزیون لس آنجلسی اسم برنامه داشت، اون بهرام خان تلویزیون فلان، رضا خان تلویزیون فلان، اس که نیوردن فامیلاشونو، صبح تا شب از کلینتون و اوباما خودشونو دیگه داشتن میکشتن براشون، به من توضیح بدن فرق این صحبت‌های کلینتون و اوباما با ترامپ چیه. خواهش میکنم. Americans not only in the states most heavily affected but in every place in this country are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. The public service they use impose burdens on our taxpayers. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more by hiring a record number of new border guards, by deporting twice as many criminal aliens as ever before, by cracking down on illegal hiring, by barring welfare benefits to illegal aliens. In the budget I will present to you, we will try to do more to speed the deportation of illegal aliens who are arrested for crimes, to better identify illegal aliens in the workplace, as recommended by the commission headed by former Congresswoman Barbara Jordan. We are a nation of immigrants. حالا یه لحظه نگاه برید. این دلیلی که یو ترامپ رو میبینید وسطش، کسی که این ویدیو رو درست کرده اومده اون وسط عکس ترامپ هم گذاشته که یادتون بیفته که وقتی آقایون بسیار علاقه من به حقوق بشر که در واقع جمهوری اسلامی هم معمولا سکوت میکنن به ترامپ حمله میکنن، آقایونی که اومدن از کلینتون ها دفاع میکردن و اوباما ها، اینجا یادی هم از آقای ترامپ داشته باشن و بشینن در ذهنشون کمی تجزیه و تحلیل کنن. ادامه بدیم خواهش میکنم. But we are also a nation of laws. Even as we are a nation of immigrants, we're also a nation of laws. Undocumented workers broke our immigration laws, and I believe that they must be held accountable. Especially those who may be dangerous. When I took office, I committed to fixing this broken immigration system. And I began by doing what I could to secure our borders. But today, our immigration system is broken. And everybody knows it. There are actions I have the legal authority to take as president. Tonight, I'm announcing those actions. We'll build on our progress at the border with additional resources for our... بقیهش رو دیگه نگاه نمی کنی. ولی به شما بگم، شنیدید که اوباما چی میگفت، ولی میدونید تفاوت اوباما با ترامپ چی بود؟ و اینجاست که طرفداران سازمان لابیگری جمهوری اسلامی نایاک
آقایون لس آنجلسی که امیدوارم یه روزی معلوم بشه پول زندگیشون از کجا تامین میشه، کسانی که همیهنان سابقمون که امروز برای بی بی سی فارسی کار میکنن و صدای آمریکا، و بعضی از این آقایون و خانمایی که یه شبه طرفدار حقوق بشر شدن ولی هیچ وقت یادی نمیکنن از کولبرهای کرد عزیزمون یا مردم سلزده سیستان و بلوچستانمون، یا اینکه آقای روحانی در چند سالی که در مسند قدرت بوده چندین هزار نفر ایرانی اعدام کرده. نه، اینا مهم نیست براشون. بذارید بگم تفاوت آقای اوباما با ترامپ چی بوده. آقای اوباما ساعت‌های قبل از اینکه دوران ریاست جمهوریش تمام بشه، و من اینو از کانسرواتیو دیلی پست خبر رو براتون میخونم موثق، آقای اوباما به 1800 تا مسلمانی که کشور استرالیا به اونا پناهندگی نداده بود چون اونا رو خطرناک میدونست، به اونا پناهندگی داد در آمریکا. این روش بشینید فکر کنید. آقای اوباما ساعت‌های قبل از اینکه ریاست جمهوری تموم بشه دستور داد 1800 تا پناهنده مسلمان که حتی استرالیا حاضر نبود اونا رو قبول کنه، به اونا پناهندگی داد. این خیلی این همون پناهنده‌هایی بودن که در پاپا نوگینیا یعنی گینه نو اونجا یه مدتی بودن، استرالیا گفته بود که اینها رو نمیخواد، ولی ساعت‌ها قبل از اون که ریاست جمهوریش تموم بشه آقای اوباما 1800 تا از این آقایون مسلمان رو دعوت کرد به آمریکا. خب ولی یه نکته جالب اینجاست که همین آقای اوباما باز خبری که در رسانه‌های مختلف بود، البته CNN، BBC فارسی، صدای آمریکا و این آقایون لس آنجلسی که یه روز بعد معلوم بشه جریان فکریشون چجوریه، اینو به شما نگفتن اینه که همین آقای اوباما 91 پناهنده کوبایی رو که از کشور کمونیستی فاشیستی کوبا به آمریکا داشتن پناهنده می‌شدن رو دو روز قبل از مراسم سوگند خوردن آقای دونالد ترامپ به کوبا برگردوند. یه بار دیگه. و اینجاست که می‌فهمیم چرا بعضی از فسیل‌های اسلامگرای 57 و رفقای چپی 57شون که الان اکثرا هم تو آمریکا و انگلیس زندگی میکنن و میگن ما انقلاب نکردیم، ما شاه و شهبانو و پسرش و تیمسار رحیمی و تیمسار بدرعی لباس مبدل میپوشیدن، اینا رفتن انقلاب کردن، ما نبودیم. همین آقایونی که رفتن فرودگاه مهرآباد بعد به پیشواز خمینی، خمینی هم آدم حسابشون نکرد راشو کشید رفت اونور، همین آقایونی که در نشریه ایران شهری که در لندن چاپ میشد دست شاملو، همین آقای اسماعیل نوریالی دیگه مقالش هست دیگه از خودمون که نمیتونه در بیاری، مقالش هست دیگه، اینو که نمیتونه خمینی رو به عنوان پیشوای شیعیان جهان شایسته رهبری انقلاب میدونست، با همه احترام به ایشون توهینی هم که نکردم. من پرسش برام پیش میاد، شاه نمیذاشت که شما جلوی آخوندار رو بگیرین؟ آقای دکتر شایگان از رهبران جبهه ملی که سال 57 به ایران برمیگرده، سال 58 باش مصاحبه میکنن، برمیگرده میگه بزرگترین افتخار زندگیش اینه زمانی که در آمریکا زندگی میکرد مدارس درس قرآن گذاشته بود، آقای تازه وکیل دادگستری بود، حقوق، دکترای حقوق داشت، از رهبران جبهه ملی در دوران آقای مصدق و تا آخر زندگیش هم بعد از 57 هم همینطوری بود، برمیگرده میگه افتخارش اینه که درس قرآن در آمریکا گذاشته بود و موفق شده بود چند تا آمریکایی رو مسلمون بکنه. اینا میخواستن، اینا ادعا میکنن که جلوی آخوندا رو میخواستن بگیرن، شاه نذاشته بود. این سوالایی که من مطرح میکنم دیگه. بعد اینا این خط فکری، من نمیگم این افراد حالا زندن یا مردن، اصلا کاری بهشون ندارم، ولی این خط فکری 57 که اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه بود، الان بعد از سالها به جای اینکه بیاد عذرخواهی کنه میاد اینطوری از خط فکری اوباما و کلینتون دفاع میکنه. اوبامایی که پناهنده هایی که به خاطر مسائل امنیتی استرالیا قبولشون نمیکرد و میاره آمریکا، ولی همزمان چون کوبایی ها مسلمون نیستن و فیدل کاسترو و برادرش راول کاسترو، حالا فیدل که گور به گور شد، راول کاسترو برادر جنایتکارش الان در قدرته، چون کوبا ولی کشور کمونیستی و چپگراست، 91 تا پناهنده کوبایی رو دو روز قبل از اینکه دونالد ترامپ سوگند بخوره پس میفرسته به شکنجهگاه های کوبا. این تفاوت دونالد ترامپ با آقای اوباما. و شاید از خودتون یه بار سوال بکنید
که قبل از اینکه بیاد اون عکسای جعلی که براتون اول برنامه نشون دادم پخش کنید، قبل از اینکه بیاد یک سری ببخشید واقعا واژه مزخرفات رو بعد گفت که اومدید گفتید نمیدونم ترامپ گفته ایرانیا حق، اولا آقا اصلا ترامپ در پرزیدیال اوردرش اینا رو نگفته، گفته کسایی که میان تو آمریکا میخوان پناهنده بشن، میخوان وارد کشور آمریکا بشن، ویزا بگیرن، اینا باید ویتینگ بشن، به اصطلاح بریم درباره اینا جستجو کنیم. بذارید به شما بگم، من 30 سال کشور اتریش زندگی میکنم، نصفم هم اتریشیه، من تا حالا چند بار آمریکا بودم. با اینکه اتحادیه اروپا با آمریکا امضا کرده بود توافقنامه‌ای رو که 3 ماه شهروندان اتحادیه اروپا بدون ویزا هر سال اجازه ورود به آمریکا دارن، دفعه قبلی که 2-3 سال پیش من رفته بودم آمریکا در زمان همین حاج آقا اوباما باید میرفتی قبلا یه دونه فرمی رو تو سفارت پر میکردید، نمیدونم حساب بانکی تو تمام زندگی تو برای اینا میفرستادی، بعد یه پولی هم تازه میدادی که بعد اینا بگن شما حق داری وارد بشی یا نشی. دقت کردید؟ این قانونیه که زمان اوباما هم بوده. نکته اینجا بود که اوباما زیر سیبیلی، ولی ببینید نکته اینجاست که وقتی کسی که تبعی آلمانه، تبعی انگلیسه، تبعی اتریشه میخواد بیاد آمریکا، خب یه شناسنامه‌ای داره، حساب بانکی داره، خونه زندگی داره، اینا رو میره به سفارت آمریکا میگه، درسته؟ سفارت آمریکا میتونه به این داکیومنت ها، به این مدارک و اسنادی که این کشورها مهر دولتی روش زدن استناد کنه، چون این کشورها روابط قانونی با آمریکا دارن. حالا من یه سوال از شما بکنم، اراذل و اوباش حزب اللهی که در دوران اوباما رفتن آمریکا تو کالیفرنیا الان دارن پر میشن، زمان اوباما ریختن تو آمریکا، آیا مدارک تحصیلی اونا قابل اعتماده؟ آیا مدارک و شناسنامه‌های اونا که جمهوری اسلامی صادر کرده قابل اعتماده؟ اگه جمهوری اسلامی بخواد جاسوس بفرسته آمریکا، آیا دولت آمریکا میتونه به این مدارک و اسناد استناد کنه؟ صحبت‌های من کجاش غیر منطقیه؟ آقای دونالد ترامپ گفته کشورهایی که دولتشون روابط قانونی با آمریکا داره میشه به اون دولت اعتماد کرد، که آقا طرفش تقی نوشته تو شناسنامه‌اش، واقعا تقیه؟ آقا دیگه از خودمون که در نمیاری. سابقه تروریستی هم که جمهوری اسلامی در آمریکا داشته، مگه در فیلم آقای مخمل باف، در فیلم قندهارش، اون سیاه پوست مسلمان شده آمریکایی که اسمش گذاشته بود صلاح‌الدین، که رفت آقای انصاری و سال 1881 در آمریکا ترور کرد، با گلوله زد کشت، برگشت جمهوری اسلامی، به این عمل نمیگن عملیات تروریستی؟ مگه همین آقای صلاح‌الدین در مدارس جمهوری اسلامی درس انگلیسی نمیداد سالها، کار نمیکرد تو مدارس جمهوری اسلامی؟ دروغ میگم؟ یادتون رفته؟ بعد هنرپیشه هم شد تو فیلم آقای مخمل باف. ببینم آیا جمهوری اسلامی آدمکش نفرستاد آلمان، آدمکش نفرستاد فرانسه، آدمکش نفرستاد اتریش، این همه آدم رو ترور کردن بعد برگشتن ایران؟ دیگه شما که تو ایران زندگی میکنید این صحنه رو یادتونه. دونالد ترامپ گفته که آقا جمهوری اسلامی و 6 تا کشور دیگه، اینا کشوری هستن که اصلا روابط قانونی ندارن، شما در جمهوری اسلامی این حق کپی رایت که نداری، هر چی بخوای بدزدی فیلم و اینا تو جمهوری اسلامی آزاده، این کپی رایت و کتابه. تو جمهوری اسلامی کسایی که آدم کشتن تو آمریکا خیلی راحت میتونن برن جمهوری اسلامی، هیچ کس باشون کاری نداره. مثالش هم براتون زدم، مسئله دزدی، مسئله پولشویی، اینا رو هم که نگم سنگین ترم. جمهوری اسلامی در کدوم زمینه به قوانین آمریکا احترام گذاشته؟ اصلا مسئله رو بیخیال سیاست. ترامپ گفته کشورهایی که افرادی که از اون کشورها میخوان بیان آمریکا، ما نمیتونیم ببینیم آقا این شناسنامش واقعیه، دروغیه، چیه؟ با ما هم همکاری نمیکنن. آیا شما وانی آمریکایی این حق رو نمیدید به دولت آمریکا که جلوی این مسئله رو بگیره؟ فقط نکته اینجا بود که این آقایون لس آنجلسی، که من نمیگم همشون، ولی ما میدونیم سازمان نایاک، وقتی سید حسین موسویان، آقا این یارو تو آلمان در جریان ترور رستوران میکونوس، در جریان قتل فرخزاد، در جریان قتل‌های اون زمان، آقا تو سفارت ایران تو جمهوری اسلامی تو آلمان بود، آقا این سید حسین موسویان، خب معلومه نایاک با این مشکل نداره، ولی بذارید تصاویری بهتون نشون بدم تا ببینید من درباره چی دارم صحبت میکنم. کارگردان عزیز اگه امکان داشته باشه یه تصویر شماره 9 رو با هم نگشون بدیم، تصاویر شماره 9 رو خواهش میکنم.
من درباره چی دارم صحبت میکنم؟ اول از همه آقای خواجه‌پور رو میبینیم. اینجا خیلی قشنگ آقای خواجه‌پور رو با هم دیگه نگاه میکنیم. بیژن خواجه‌پور گویا از متهمان دادگاه در خود جمهوری اسلامی که دانشجوها رو از بالا به پایین پرتاب میکردن، یه سری چماقدار ریخته بودن پس بچه های مردم رو در خوابگاه مینداختن پایین و چابوکشی. یکی از اون دادگاه نمایشی بود که بعد با دوتا آبنبات و صلوات هم اومدن بیرون. همین آقای خواجه‌پور الان در نایاک دارید مشاهده میکنید، این تصویری که برای من فرستاده شده، امیدوارم خوب دیده بشه. خب این آقا در دوران آقای اوباما اومده اینجا دیگه، اینجا ویتینگی نشده به اصطلاح شناسایی که این آقا کیه اجازه دیدیم بیاد تو آمریکا. چجوری ممکنه این آقای خواجه‌پور رو اوباما اجازه بده که بیاد آمریکا؟ یکی اینو من توضیح بده، بعد ببرنش تو نایاک. نایاک طرفدار حقوق بشر اون موقع. بعد میبینیم چه تاثیر بعدی، آقای آملی لاریجانی، برادران عراقی دالتون به اصطلاح چاقوکش‌های جمهوری اسلامی، بعد میاد میگه رفتار آقای ترامپ خلاف موازین حقوق بشره، خجالت هم بد چیزی نیست. تصویر بعدی و بعد میبینیم خانم ترانه علی دوستی، همون خانمی که دفعه پیش هم گفتم هیچ وقت جشنواره دهه زجر فجر چیه که مال جمهوری اسلامی رو تحریم نکرده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، همون خانم علی دوستی که هیچ وقت این چیزا رو تحریم نکرده ولی برای آقای روحانی قربونش بریم هممون تبلیغ میکنه، به لیست امیدم بعد رأی بدیم نه. و اینها من رو سپاس از این تصاویر کارگردان عزیزم. و اینجاست که ما باید بشینیم با هم دیگه فکر بکنیم. این تبلیغات دروغی که به شما نشون دادم، به شما نشون دادم صحبتایی که اینا درباره ترامپ کردن و درباره ایران کردن دروغ بوده. کسایی هم میدارن این حرف رو میزنن که نه به اوباما شکایت کردن نه به کلینتون شکایت کردن. و عجیب اینجاست که کارگردان، من یه پیج اینترنتی براتون فرستادم، صفحه شماره 1 اگه خواهش میکنم، صفحه اون پیجی که براتون فرستاده بودم میتونیم کنار من نشون بدید کارگردان عزیزمون؟ که بله این بذارید باشه، خیلی سپاسگزارم از شما. این پیجی که به شما نشون میدم داستانش چیه؟ دارم اینجا چی به شما عزیزان میگم؟ آیا غیر از اینه که از سال 2011 کویت شهروندان ایرانی، سوریه‌ای و پاکستانی رو بلک لیست کرده؟ این خبر از کجا براتون میاریم؟ با سپاس از دوستانی که در فیسبوک اینا رو برام فرستادن، arabianbusiness.com سایتش در ماه می 2011 گزارش داده بود که پاکستان و سوریه و ایران شهرونداش در بلک لیست به اصطلاح قرار دارن. این سوال برای سپاس از این تصویر که سند رو هم با هم مشاهده کردیم. راستی این آقایونی که صبح تا شب بعضی هاشون میبینیم با دبی و با جاهای دیگه ارتباط دارن، یکیشون تو لندن برای روزنامه های عربی مینویسه، بعد مثلا عربستان سعودی میاد تجاوز میکنه به ببخشید دیگه به عنوان تفتیش بدنی میان فلان کار رو با بچه های ایرانی میکنن، بعد آقا میشنه تو لندن تو برنامهش میگه خیر دفاع میکنه از عربستان و اینا. ببینم اینا اومدن به این جریانی که کویت در رابطه با ایرانیا درست کرده اعتراض کنن؟ اینم یه سوالی که دارم انجام میدم. سوال بعدی من در رابطه با اسرائیله و یه کلیپی رو برای کارگردانمون فرستادم از آقای نتانیاهو، خواهش میکنم اونو آماده کنید. یه سوالی برام پیش اومده، ما درباره حقوق بشر صحبت میکنیم دیگه، نیویورک و این لس آنجلسیا و شماهایی که تو جمهوری اسلامی زندگی میکنین به من توضیح بدین، آیا شما ایرانیایی که تو آمریکا هستین الان خیلی بهتون برخورده که 90 روز، اونم فقط 90 روز برای اینکه کابینه خودش رو راه بندازه بیاد مسائل تحقیق و تفحص درباره اشخاص رو از نو راه اندازی کنن؟ گفته 90 روز ما جلوی اینو باید بگیریم، نگفته برای همیشه، برای 90 روز. من یه سوال میخوام از شما بکنم، شما حقوق بشری ها کجا بود؟ ببینم یهودی های ایرانی، مگه شما همیانان یهودی ندارید؟ ما ایرانی ها تو کالیفرنیا مگه همیان یهودی نداریم؟ مگه اینا انسان نیستن؟ مگه خیلی از همیانان یهودی ایرانیمون تو کالیفرنیا فامیل ندارن تو اسرائیل؟ ببینم این همیانان یهودی ایرانی شما اگه برن اسرائیل
فامیلاشون رو دیدن کنن، آیا اینا بعد با همون پاسپورتشون میتونن برن ایران وطنشون هم ببینن؟ سوالم خیلی ساده است دیگه. لس آنجلسی های عزیز، پیرمردان 57، خانمای یه شب حقوق بشری شده که تا امروز میگفتید سیاسی نیستین، سوالم خیلی ساده است. یه همیان یهودیمون، اصلا چرا باید همیان یهودیمون؟ اصلا یکی از شما بخواست بره اسرائیل رو دیدن بکنه؟ بهایی، آقا این همیانان بهایی ما خب تو اسرائیل کجاست؟ اینا یه چیزای اماکن مقدس دارن. یهودی هم که خب اسرائیل یه دیوار چیشی ندبه شونه چیه؟ خب چه اصلا چیز مذهبی شونه از اونجا، درسته؟ ببینن اینا بلند بشن برن اسرائیل دیدن کنن، آیا بعدش هم میتونن با همون پاسپورت برن ایران؟ چطور شما تا حالا صداتون در نیومده بود؟ برعکس به من پاسخ میدینم، جمهوری اسلامی اصلا اجازه میداد به یه اروپایی و آمریکایی اگه تو پاسپورتش سفر به اسرائیل داشته باشه، اون موقع این آمریکایی اروپایی هم بیاد به ایران سفر کنه. ببینم این جاستان چیه؟ جریان چیه؟ از چی دارید دفاع میکنید؟ از یه حکومت خونخوار؟ و بعد جالبش اینه، من یه ویدیو برای کارگردان فرستادم، الان کنار من بذارید، با زیرنویس فارسیه. این نتانیاهو که برگشته این همه به مردم ایران خوب میگه، مردم ایران رو جدا از حکومت جمهوری اسلامی میدونه، آیا شما که از نایاک، از بی بی سی فارسی و حرفای اونا تبلیغ میکنید، آیا شما هم به اندازه آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای مردم ایران ارزش قائلید؟ چرا تو حرفاتون همیشه ایران رو با جمهوری اسلامی یکی میکنید؟ چطور شماها همیشه میگید منافع ایران؟ کدوم منافع ایران؟ منافع جمهوری اسلامی یا منافع ایران؟ این یه سوالی که برای من مطرح شده. و این جریانی که دیدم، یکی از این آقایون اسمشو نمیارم، دیدم نوشته بود یه دونه عکس بزرگ تو فیسبوکش هم گذاشته بود از این معروفا، بالاش سیم خاردار به یاد غزه اشکریزان، بعد داشت به ترامپ حمله میکرد. من یه چیزی رک بهتون بگم، بشینید صحبت‌های آقای نتانیاهو رو گوش کنید و بعد یه بار از خودتون سوال کنید آیا خردگرایی در این مملکت مرده؟ خواهش میکنم پخش کنید. I plan to speak soon with President Trump about how to counter the threat of the Iranian regime which calls for Israel's destruction. But it struck me recently that I've spoken a lot about the Iranian regime and not enough about the Iranian people, or for that matter, to the Iranian people. So I hope this message reaches every Iranian, young and old, religious and secular, man and woman. I know you'd prefer to live without fear. I know you'd want to be able to speak freely. کارگردان یه لحظه نگرد. زیرنویس رو که میبینید داره میگه من، برای من حساب مردم ایران جداست از جمهوری اسلامی. داره از آزادی شما، از حقوق انسانی شما صحبت میکنه. کدوم با یکی از این ترانه علی دوستی ها و این خواننده های هنرپیشه های چرخنده جمهوری اسلامی و این اراذل اوباش دولت اوباما و اراذل اوباش دیگر اومدن یه بار مثل این از حقوق انسانی شما صحبت کردن؟ به ادامه بدید، خواهش میکنم. Who you want without the fear of being tortured or hung from a crane. I know you'd like to surf the web freely and not have to see videos like this one using a virtual private network to circumvent censorship. You have a proud history. You have a rich culture. Tragically, you're shackled by a theocratic tyranny. In a free Iran, you will once again be able to flourish without limit. But today, a cruel regime is trying to keep you down. I'll never forget the images of brave young students hungry for change. همینجا نگه دارید کارگردان. آقای نتانیاهو داره از جنبش دانشجوی ایران صحبت میکنه. یادتون هست همین بچه های ایرانی تو خیابونا میگفتن اوباما یا با ما یا با اونا؟ یادتونه اوباما اومد به خامنه‌ای نامه نوشت به جای اینکه با مردم ایران صحبت کنه؟ من اینجا نمیخوام چیزی از اسرائیل دفاع کنم نه چیزی، ولی یه جا اصلا برام این سوال پیش میاد، این لس آنجلسیا، این لندنیا، واشنگتونیا ساده ترین مسائل منطق و سیاست رو فراموش کردن؟ اینایی که صبح تا شب از اوباما و کلینتون دفاع میکردن و میکنند، من اینو به من پاسخ بدن. حداقل این آقای نتانیاهو به راست یا به دروغ، آقا داره اسم شما رو میاره، داره از جنبش دانشجوییتون صحبت میکنه، کی اوباما اومد این کارو کرد؟ یه جمله شما من نشون بدید که اوباما اومد از دانشجوهای ایران دفاع کنه. با هم دیگه ادامه میدیم. Gunned down in the streets of Tehran in 2009.
And I'll never forget beautiful Neda Sultan gasping for her last breath on that sidewalk. This ruthless regime. دیدید صدای ندا آقا سلطان رو شنیدید؟ گفت ندا آقا سلطان، گفت ندا آقا سلطان زیبا. یادتون رفته که دولت اوباما به صدای آمریکا دست داد بدون اجازه دولت اوباما، که صدای آمریکا هیچ کاری نمیکنه. خانم ستاره درخشش و صدای آمریکا سه روز یا دو روز اجازه ندادن ویدیوی ندا آقا سلطان و مرگش پخش بشه در صدای آمریکا. یادتون رفته؟ ولی نتانیاهو در از ندا آقا سلطان میگه. ادامه بدید. Continues to deny you your freedom. It prevents thousands of candidates from competing in elections. It steals money from your poor to fund a mass murderer like Assad. By calling daily for Israel's destruction, the regime. کارگردان عزیز، من ساعتم نشون میده 2 دقیقه هنوز وقت داریم. خواهش میکنم از این 2 دقیقه استفاده کنید. در پایان خیلی سریع لطف کنید تصاویری که برای شما به عنوان تصاویر شماره 7 رو با هم نگاه کنیم. خواهش میکنم سریع. من وقتی که این هیاهو و دروغ‌هایی رو میبینم، تصاویر شماره 7 رو سریع که بتونیم زود نشون بدیم، میبینم خانمای ایرانی رو آقایون لس آنجلسی دعوت میکنن در تظاهراتی به نام تظاهرات زنان بزد ترامپ. اینا تصاویری از اونا. سریع بریم جلو کارگردان. و حجاب دوباره در اونجا دیده میشه، در آمریکا تظاهرات زنان بزد ترامپ و تبلیغ حجاب میشه. تصویر بعدی خواهش میکنم سریع. و بعد بریم سراغ سری بعدی تصاویر، اون تصاویری که من رو به یاد بهمن 57 میندازه، که دوباره در بهمن 57 زنای ایرانی رو برده بودن خیابون و باز هم تصویر حجاب دیده میشه. تصویر بعدی. سپاس از این تصاویر. من یه سوالی برام پیش اومده و این سوال اینه: چرا تصاویر تظاهراتی که این آقایون در لس آنجلس و لندن و واشنگتن مردم رو تعقیب میکنن، شما ایرانی هم برید تو شرکت کنید، منو داره به یاد تصاویر تظاهرات 57 میندازه و خانمای لچکی و بعضی خانمایی که اصلا حجابی نبودن ولی رفتن کنار اونا، چرا منو دقیقه یاد به بیاد 57 میندازه؟ اون موقع جیمی کارتر بود، حالا طرفدارای اوباما و کلینتون که بازم از حزب دموکراتن. ما از تاریخ کی میخوایم درس یاد بگیریم؟ اوباما الان 2 هفته است در قدرته، 2 هفته است، هنوز کاری نکرده. ولی شما 8 سال درباره اوباما و زمان کلینتون ها هم 8 سال درباره کلینتون ها سکوت کردید. شماهایی که به فاجعه هایی که فجایعی که در کردستان، در سیستان و بلوچستان، در فجایعی که به زنان ایران، به کودکان ایران، کارگران ایرانی سکوت میکنید، هنرپیشه ها و خواننده ها، ولی برای این جریان، برای حمله به ترامپ این کارا رو انجام میدید، کارهای شما برای من سوال برانگیزه. امیدوارم از برنامه امروز من استفاده کرده باشید. از کارگردان عزیزم سپاسگزارم. امیدوارم از وبلاگ من دیدن بکنید. کسایی هم که میخوان یاری کنن، همیاری کنن، وبلاگ من در خدمت شماست. تا روز یک شنبه به شما بدرود میگم. پاینده ایران.